رادیو همراه بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام بفرمایید. من بدون هیچ توضیح اضافه ای اول ازتون تشکر میکنم که تلفنمو گرفتین و میرم سر اصل مطلب. بفرمایید. یه توضیح کوتاهی در مورد خودم میدم. من 45 سالم هستش، ساکن آمریکا هستم. 3 سال هستش حدوداً که ازدواج کردم. برخلاف توصیه های شما، با وجود اینکه مشتری قدیمی دکان رادیوتون و برنامه رازها و نیازهام، ازدواجم با اختلاف سنی بالغ بر 15 سال انجام شده. از ازدواجم راضیم. نه نه سب کنید. بله. همسرتون ایرانی هم یا غیر ایرانی؟ ایرانی هستن همسرم، ولی بیش از 40 سال هستش که در آمریکا زندگی میکنن. بنابراین ایشون 60 سالشونه، درسته؟ بله. خود شما چه مدتی از امریکا هستی؟ من 13 ساله که امریکا هستم. اوکی، به من بفرمایید هیچ کدوم از شما ازدواج قبلی و از ازدواج بچه‌ای داری؟ همسرم ازدواج قبلی دارن، از ازدواج قبلیشون 2 پسر دارن. پسر بزرگشون 35 ساله و پسر کوچیکشون 30 ساله هستن. من هرگز ازدواج نکرده بودم و بچه ای ندارم. خب به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟ من تحصیلاتم رو در ایران انجام داده بودم، در لول مستر دابل میجر کرده بودم. رشته اولم ساینس بوده، رشته دومم کامیونیکیشن بوده، رشته دومم رو تو لول مستر ادامه دادم، در اون رشته کار میکردم. امریکا که اومدم کاملا تغییر رشته دادم. کاری که الان میکنم با یه لایسنسی که گرفتم کار میکنم، الان دارم ادامه تحصیل میدم. و قبل از ازدواجم شروع به پروسه ادامه تحصیلم کردم. توضیح میدم این مسئله رو بهتون که قبل از اینکه اصلا وارد این رابطه بشم و به اصطلاح این ازدواج صورت بگیره، لایسنسم رو گرفته بودم، شغل داشتم، زندگی مالیم رو در واقع باید توضیح بدم که شروع کرده بودم، شغل داشتم، درآمد داشتم، خونه خریده بودم و به قول معروف از یه استابیلیتی برخوردار بودم. بعد وارد این رابطه شدم. ایشون مهندس هستن، ایشون هم در لول مستر درس خوندن، جاب استابلیش دارن، کار میکنن، ریتایرد نیستن، جابشون استیبل، حقوق مکفی برای اداره زندگی دارن، بچه هاشون هر دو تحصیل کرده هستن در لول دکترا و فوق لیسانس، مدرسه هاشون پی آف شده، یکیشون ازدواج کرده، بچه دار شده، یکیشون هم هنوز مجرد هستش. اوکی. اگر شما درآمدتون 1000 دلاره، درآمد ایشون الان چقدره؟ اگر درآمد با اختلاف 5 برابر هر دو ایشون 1000 دلاره، ایشون 5000. ایشون 5000 دلار پول میاره. اوکی. هر دو فرزند چندم هستی؟ هر دو فرزند اول خانواده. من فرزند اول یک خانواده 2 فرزندی که هر دو دختر هستیم. ایشون پسر اول یک خانواده 4 فرزندی که هر چهار تا پسر هستن. اوکی. چه مدتی هم دیگر میشناختید که برای ازدواج تصمیم گرفتید؟ تقریبا 2 ماه بعد از این که آشنا شدیم. توضیح میدم که ما از طریق اپ‌های آنلاین با هم آشنا شدیم. 2 ماه بعد از اینکه آشنا شدیم ایشون اومدن خواستگاری من منزل ما. ولی برای و حلقه آوردن. ولی برای اینکه ازدواج کنیم حدوداً از اون موقع به اصرار من یه 8 ماهی ما صبر کردیم و در رابطه و رفت آمد و گفتگوهای مفصل و همه این حرفا بودیم. آقا ایشون چطور به عنوان یه مهندس تحصیل کرده هنوز کسی رو ندیدن رفتن به خواستگاری در با وجودی که 40 سال تو امریکا؟ چون الان دارن حرفای من و شما رو از اون اتاق میشنون،
به ادعای خودشون عاشق من شد. من دلایل دیگه ای هم دارم که نه من کاری به عاشق آخه ایشون هنوز ندیده عاشق شدن. دلایل دیگه ای هم دارم برای اینکه ایشون میخواستن سرعت این ازدواج رو تسریع بدن. وقتی به این گفتگو ادامه پیدا کنه شما به حرف من میرسید. ایشون نگران این بودن که بنده مسائلی رو فایند آوت کنم که این ازدواج به هم بخوره و حق داشتم، چون مسائلی وجود داشت که میتونست این ازدواج رو به هم بزنه. حالا یه سوال دیگری دارم، شما چرا تا سن 42 سالگی ازدواج نکردید؟ به دلیل اینکه به کرات به برنامه شما در 13 سالی که در امریکا هستم زنگ زدم. البته حق میدم یادتون نباشه، این سوالو قبلا هم پاسخ دادم. من فرزند اول یک خانواده دو فرزندی هستم که در خانواده بزرگ شدم که خانواده زن سالار و همواره جنگ قدرت توش بوده. من هیچ وقت حقیقتشو بخواین هیچ وقت فکر نمی کردم ازدواج کار واجبی هستن تو زندگی آدم، اصلا ازدواج هم میکنه. فکر کردم که خب آدم میتونه خودش زندگی کنه پس ازدواج نمیکنه، زندگی میکنه دیگه. یک دلیلش این بود. دلیل دومش این بود که هیچ وقت نمیخواستم بچه داشته باشم، کودکی خوبی اصلا نداشتم و هزار و یک دلیل دیگه که در سالیان بسیار البته با توجه به اینکه شما اهل قدرتی تو جنگ قدرت، اینقدر آقای زیزی یعنی زنزلیل وجود داره که میتونید یکی از اونها رو پیدا کنید و قدرت نماییتون رو بفرمایید، ولی حالا خب مرا نکرد. یکیشون رو پیدا کردم آقای دکتر، بنده خدا اینقدر حرف منو گوش میکنه که خدا میدونه. نفهمیدم اینکه به صورت الان گفتید، مقصودتون همین همسرتونه؟ بله، بسیار آدم حرف گوش کن، مهربان، عاشق پیشه، زندگی خوبی برام درست کرد. ایشون چه مدتی است جدا شدند؟ تقریبا 20 ساله، شد بالغ بر 20 ساله. خب عاشق پیشه تو 20 سال برای 17 سال منتظر شما بودن؟ به گفته خودش بله، روابطی داشته که در جریانش هستم، راجع به قالبشون توضیح داده. روابط جدی وجود داشته در زندگیش که ایرونی نبودن. توضیح بدم خدمتتون که همسر اولشون هم ایرونی نبوده ایشون. و در این مدت کجایی بودن؟ همسر اولشون کجایی بودن؟ امریکایی بودن همسر اولشون. اوکی. خب به من بفرمایید مسائلی که بعداً معلوم شد یا ایشون ندیده عاشق شدند و پیشنهاد ازدواج دادن چه بود یا چه هست؟ آقای دکتر، مسائلی که بعداً معلوم شد خوشبختانه یا متاسفانه مربوط به شخص ایشون مستقیما نبود، مربوط به خانواده ایشون بود. شوهر من همونطور که گفتم فرزند ارشد یک خانواده چهار فرزندیه که ایشون قبل از انقلاب توسط خانوادهش مثل یک بسته پستی ارسال میشه به آمریکا برای اینکه ادامه تحصیل بشه. باید یادآوری کنم که مثل خیلی از آدمای دیگه‌ای که الان مهاجرت کردن در دوران انقلاب و سن مهاجرتشون به سن انقلاب میرسه، خانوادهشون جزو افرادی بودن که در دوران پهلوی افراد نسبتاً به نامی بودن. طبیعتاً با انقلاب ایران اینها خانوادگی مجبور به مهاجرت میشن. شوهر من به عنوان پسر اول این خانواده با آمدن برادراش و پدر مادرش به آمریکا مسئول معاش اینها میشه در آمریکا و مجبور به ازدواجی به گفته خودش که کلید حل مشکل اقامت و گرین کارت در آمریکا بوده. ثمره اون ازدواج دو پسری هستش که بهتون توضیح دادم و این ازدواج حدود 18 سال طول میکشه. این ازدواج منجر به طلاق میشه. اطلاعاتی که خدمتون شیر میکنم اطلاعاتی هستش که شوهر من در اختیارم گذاشته.
شوهر من مدعی هستش که به خاطر خانوادش این ازدواج رو انجام داده و به خاطر مادرش از همسرش جدا شده. برای اینکه مادر شوهر من عملا نقطه پایان به ازدواج شوهر من و همسر اولش گذاشته. برای اینکه در یک ازدواج آمریکایی شما خیلی بهتر از من میدونید، مرد و زن اولویت اول همدیگه قرار میگیرن و بچه ها اعضای اون خانواده میشن، درآمد به این خانواده ورود میکنه و این خانواده با هم ادامه زندگی میدن. شوهر من درآمدش رو مجبور بوده با خانواده خودش شیر کنه و اونها رو تأمین کنه. تا جایی که در دوران تحصیلش بیزینس در آمریکا راه اندازی میکنه برای اینکه بتونه خانواده خودش رو تأمین کنه. همسر اول من، شوهر من، این روابط خانوادگی رو بر نمیتابه و جدا میشه. نتیجه این طلاق کشمکش های کاستدی و همه این حرفا بوده که بعد هم خب به هر حال شوهر من 20 سال با وجود روابط خارج از ازدواجی که داشته مجرد میمونه، کار میکنه و بچه ها رو بزرگ میکنه. تقریبا 80% اوقات به اذعان حتی خود بچه ها، بچه ها پیش پدرشون بودن و از آب و گل در اومدن رفتن دنبال کارشون. تا موقعی که ما با هم آشنا شدیم، دومین باری که من مادر ایشون رو سب کنید. آخه این اطلاعاتی که شما من میدید با توجه به سن ایشون و بچه ها اینا که خیلی آشکاری ازدواجی بوده، جدا شدن و ایشون هم یه نقش نانآور خانواده رو داشته، چیزی نبوده که ایشون به خاطر پنهان کردن اون با سرعت بخوان به شما پیشنهاد ازدواج بکنن؟ یعنی اینا به شما میگفتن هر آدم واقع بین معقولی هم میفهمدش هم میپذیرتش و نمیدونم کجاش هم سنیدم هم پذیرفتم آقای دکتر. نه میدونم وقتی میگم چرا، پس فکر کنین که ایشون اگر فرض کنین 6 ماه بعد که بعد همه این ماجرا رو میگفتن فرقی نمیکرد، بعدم این حرف آخر که مادر، الان خدمتتون عرض میکنم، من میخوام ببینم ایشون چیزی رو که میخواست. بله الان خدمتتون عرض میکنم. دومین ملاقات خیلی... نه یا تو نه خیلی به تفصیل نه چون اون جزئیات نه خیلی نه بفرمایید. مادر ایشون الان دقیقاً همون نقش رو تو زندگی من دارن بازی میکنن، یعنی دقیقاً تو زندگی من اینوستیگیت مالی میکنن و اصطلاح این انگلیسیش رو اگر بخوام خدمتتون بگم، من رو در زندگی پسرشون یه گولد دیگر فرض میکنن. خب بکنن اولا این زن احتمالا باید 80 سالش باشه نزدیک اون بیشتره یه خوردم بیشتره. خب شما پس نگران چی هستید؟ برای همسر شما میتونن هر گونه که دلشون بخواد عمل کنن و این ماجرا تو زندگی شما چه نقشی داره؟ نقشش تو زندگی من اینه که آقای دکتر، نه بر علیه من، فرزند اول شوهر من رو به شدت بر علیه شوهر من تحریک میکنه و به شدت روابط یک پسری که مادر امریکایی داره، بیشتر امریکاییست یا فوق لیسانس یا دکترا داره که فرمودید، حالا تحت تاثیر مادر مادر بزرگ 80 و چند سالشه که تحریک میشه علیه پدرش؟ بله متاسفانه. آخه چه معنی؟ حالا تحریک میشه چیکار میکنه؟ آقا متاسفانه تشخیص نارسیسیست پرسونالیتی دیسوردر داره. کی؟ پسر ارشد ما، پسر ارشد شوهر من. خیلی خوب. خب داره که داره. خب چه نقشی میتونه، چه تأثیری میتونه تو زندگی پدرش داشته؟ مادر بزرگش شدیدن گیلت ریپش میده. خب بده به کی؟ به اینکه پدرت منو ترک کرده، پدرت با من حرف نمیزنه، زنش نمیذاره با من صحبت کنه. همش درست. نه شما برزن درجه نمی کنید. منم موافق و موافق. نه میخوام بگم که همسر شما چه دلیل داره به این پرت و پلاها اعتنا کنه؟ خب ایشون هم باورار داشته باشه. مشکلی نیستش که بچهش باهاش حرف نزنه؟ اصلا
یک اولا مشکل نیست، بعد از اون بچه‌ای که فوق لیسانس و دکترا داره، مادر امریکایی داره، گوش به پرت و پلای مادر بزرگ 80 و چند سالش میده که نمیدونم پدر تو با من چنین میکنه، بعد بچه با پدرش قهر میکنه. اولا یک معلوم روابط خیلی سطحی تر از ایناست، بعدم هفته میذارم بلست مگر حالا با حرف زدن. دلیل تلفنم بهتون اینه که خیلی دوست داشتم شوهرم این حرفا رو از شما بشنوه، یک آدمی که از من بیشتر میفهمه. خب بنابراین شما چرا منو بهانه و وسیله میکنید؟ شما یه جوری آمدید که من فکر کردم ایشون یه رازهای پنهانی داره که نگفته. یه رازی نیست برای من مثل... راز پنهانی نداره آقای دکتر. من خب میدونم چی... با چی مواجهم. پس برای چی گفت نه نه صبر کنید؟ نه شما من فرمودید که علت اینکه با سرعت با من ازدواج نصب کنید. بله، برای اینکه فکر میکرد اگر من مادرشو میشناختم باهاش ازدواج نمیکرد. راز پنهانی نیست. شاید هم اگه مادرش اینو بیشتر میشناختم و میدونستم چجور خانواده ای داره واقعا نمیکردم. حالا ایشون چرا با تصمیم میگیره که باید با شما ازدواج کنه که بعدا نگران باشه که مادرش بفهمه؟ نمیذاره. خب نمیذاره که نمیذاره. آخه شما خبری نبودید تو زندگیش؟ هنوز ندیده نچشیده؟ حالا شاید آقای دکتر من توفیقی هستم. نه مطمئنم نیستید، برای که با توصیفاتتون پیداست. تبلیغات شما میکنیم. شما خودتون 13 سال پیش به من توصیه کردیم یه آدم معمولی پیدا کن باهاش ازدواج کن. من به خدا یه آدم معمولی پیدا کردم. بسیار خوب، پس ما هیچ مشکلی نداریم. خوشحالم که پیدا کردید تو ازدواج کردید. پس فتن آدم غیر معمولش خود شمایید. بعدم اومدیم منو شنوندگان رو سر کار گوشید. منو شنوندگان منتظر بودیم ببینیم این رازهای پنهان ایشون کجاست، از کدام شبکه نمیدونم جاسوس. این خانوم 85 ساله شما نمیدونید چه گیلت تریپی به تمام این بچه هاش میده. عزیزم نه صبر کنید، هیچ کسی به هیچ کسی نمیتونه گیلت تریپ بده. الان شما به من بگید هرچی بخوای بگو بگو، کمشه گفتم. گیلتریپ احساس خود ماست که خودمون خودو چلیم. من شما الان برگردید بگید به گونه‌ای که تو با من حرف زدی اصلا من امشب نمیخوام. خب نخوام گیلتریپ. من 5 ثانیه بعدم یادم نیست قصه. من باید عزیزم، من باید گناهی کرده باشم، روی اصول اخلاقی انسانی پا گذاشته باشم، به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کرده باشم، یک کسی رو در بداغون به خاطر منافع و مصالح خودم کرده باشم، حالا بعدش بتونم بگم، بعدش که معمولا هم حرف مفت بی‌معنی هم است، احساس گناه میکنم. ولی من که هیچ کاری نکردم چرا احساس گناه میکنم؟ من شما اگر با من که میفرمایید آشنا هستید، من 100 دفعه سر به سر دوستانی گذاشتم که معتقدن اون آدم و هوای ابله نمیدونم گندم خوردن سیب خوردن گناهکار شدن. ما گناهکاریم همینجوری؟ ما تو مبهوت اونم من چرا گناهکارم؟ ما تو دنیایی هستیم که حداقل واقع بینی و عقل و عدالت و انصاف حکم میکنه که پسر من به خاطر من به خاطر پسرم قرار نیست وقتی بزرگسال تنبیه بشم. یه دفعه یه مرتیکه تو بهش که اصلا کل داستان کودکانه است، مال بچه های 3-4 سال است که قصه میشه براشون تعریف کرد، ایشون سیب خوردن، در نتیجه ماها که به این دنیا آمدیم همه گناهکار، همین مردم جان همینجوری گناهکار آمدن رفتن خاطر اون مردک. خب بعد خب این باورا برمیگرده به خیلی کمدانی. اینا برمیگرده مال آدمایی که رشد 6-7 ساله بیشتر ندارن از ده. که یه روابطی رو علت و معلول میبینن که بر اساس یه نظام به اصطلاح اینداکشن قیاسی هست که میسازنش، میفهمیم من اشتباه از کجا میاد. بنابراین بری من انتظار نرم دو تا آدم تحصیل کرده یا نوهی که شما میفهمید یا پسران ایشون که تحصیل کرده هستند و مادر امریکایی دارن و تو امریکا متولد شدن، تو امریکا بزرگ شدن، به این سن و سال رسیدن، مادر بزرگ بهشون احساس گناه میده؟ خب اگه میده همینجور با رفتارهای منوپولیتیو انقدر آدم ها رو خانم عزیز من اصلا نمیتونم بفهمم. نکنید این کار رو. شما یه کاری نکنید که من تقاضای جایزه نوبلی چیزی برای مادر بزرگ کنم. اینقدر اینشون رو بزرگ نکنید. آخه یه زن 85 سالی اصلا چی میدونه؟ مرا تنها گذاشتن، دست تنهایی رها کردن، اصلا به من به صورت یک حیوان نگاه میکنن مگر سوس که خونه شدن. خب از این پرت و پلا میگه. خب من فقط اگر بشنوم مثل الان که خودم از حرفای خودم خندم گرفت خندم میگیرم. شما بی خودی همسرتون رو برای چی تو این ماجرا دخالت دادید و درگیر کردید؟ ویل کنید عزیز. اصلا عزیزم مثل که من به شما الان میگم خانم عزیز، شما الان من متوجه شدم که دو تا شاخ دارید، سه تا هم یک سیبیلی زده ازتون بیرون که 10 سانتی متره.
شما میگه خب این مردک دیوونه است دیگه. بعد شما ناراحت میشید که من گفتم شما شاخ دارید. شما باید به کار خراب من نگاه کنید، به شما چرا برمیخورید؟ پر با این مادر بزرگ نشسته اینگار مثل من رادیو دستش، گرچه دلش خواد بگه آره، یه کسی بره سراغش و یه تلفنی بکنه، یه مادر پرت و پلا بگه. اگر به پسرای ایشون که حالا مثلا میدونم چقدر فارسی بردند و نیستن، چه اهمیتی اصلا میدن که مادر بزرگ چی داره میگه؟ اصلا اگر بناسه یه سر سوزنی واقع بین عاقل باشن، ایشون وقتی حرفی میزنه اصلا نمیفهمن، اهمیت نمیدن، 5 ثانیه بعد هم یادشون نیست. چرا سبب که فشار رو روی پدر بیارن؟ بعد بله، بچه ها میتونن مسائلی داشته باشن با پدر سر مسائل خودشون، اینو بهانه کنند که بگن تو مثلا به ما پول ندادی، به مادر بزرگم پول نمی، مثال که حتما این نیست. نه، شما خودتون اذیت نکنید، به همسر بچسبید، بیش از این بهتر از این هم پیدا نمی کنید، همینه که هست. به هر حال مواظب به هم دیگه باشید، خوب و خوش باشید. ضمناً از اسرار پنهان ایشون اگر چیزی فهمیدید، یواشکی بیاد رو خط رادیو بگید، منم میگم صداتون آهسته کنید کسی نفهمه. شما منو آماده کرده بودید، مثل بسیاری از دوستان که منتظر موارد یا کیس های خیلی جوسی و اینا هستن که بله وقتی بمونین منتظر پیام ها، فکر کردم خیلی آره جوسیه. من فکر کردم که الان شنونده ها مثل من منتظرن. شما همه رو مایوس کردید سرکار خانم، لطفاً I'm sorry آقای دکتر، ولی ازتون ممنونم که کاش که همه جرأت بکنن بیان رو خط رادیو با شما، اینقدر راحت مشکلاتشون حل بشه. بله، با واقعا حل قربونه دستن. من گفتم من میرفتم پلو مادرم وقتی که اینجا بودن، همون موقع برنامه رادیویی داشت، قبلا ایشون حتما نظر داشتن که چرا به شنونده اینو گفتی، چرا نگفتی، برام میشینه. ولی بعد داستانی که تعریف میکردم مثلا گوش نمیدادم، گفتم همیشه هم تلویزیونشون روشن بودن، تلویزیون رو تماشا میکردم، بعد فقط فعلای آخر رو تکرار میکردم، مثلا گفت شکست، گفتم ای مادر شکست، مثلا چی شکست؟ ایشون هم دلش خوش بود که من دارم گوش میدم، فرقی نمیکرد، برای که اصلا موضوع من نبود، تازه مادرم من بود، حضوری هم بود. حالا شما نشستید یه بانوی 85 ساله نشسته یه سخنرانی به زبان فارسی میکنن، دو تا بچه ای که اصلا امریکایی هن، مادر امریکایی دارن، تحت تاثیر قرار میگیرن، میرن برای جون پدرشون میشن. نه، اگرم اولا نیست و اگرم از بهانه است دیگه. الان بچه های منم میتونن من بگن تو چرا نمیدونم رو حرف تو رادیو صبح ساعت 10 تا 12 برنامه داری، 9 تا 11 نداری. خودتون اذیت نکنید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. روزتون بخیر آقای دکتر. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون عزیز.